ادامه یه داستان. او لازم بود موضوع مهمه را به دختر مورد علاقهش بگوید. پس بلند شد. روی زمین زانو زد و با احترام جعبه کوچک را که حاوی حلقه طلایی ساده بود به سوی ترزا گرفت. با لحن جدی پرسید: حاضر هستی با من ازدواج کنی؟ ترزا که شوکه شده بود با حیرت به حلقه و سایمون خیره شد و اشک در چشمانش حلقه زد. لحظه بی‌نظیر بود. در تاریکی و خلوت پارک کنار درختان بلندی که نظارگر این عشق گرم و آتشین بودند، یک بار دیگر داستان عاشقانه دیگری در صفحه رنگارنگ روزگار تکرار می شد. ترزا با آرامی سرش را تکان داد و سایمون حلقه درخشان را در انگشت باریک او قرار داد. حال دست لرزان و لطیف ترزا با نشان عشق زیباتر به نظر می رسید. گوی جای این حلقه مدتها بود که میان انگشتش خالی مانده بود و حالا زمان آن فرا رسیده بود تا به دنیا نشان دهد که این حلقه همین جا و همین حالا برای پیوند دو روح ساخته شده است. او حلقه را با اشتیاق در انگشتش حس کرد و گفت: غافلگیر شدم. سایمون هم لبخند زد و گفت: باید فرصت مناسب پیدا می شد تا این را برایت می گفتم. و هر دو در آغوش هم عاشق شدن را جشن گرفتم. با نزدیک شدن به آخر شب هوا سردتر شد و آن دو آماده رفتن شدند. خارج از پارک باید از هم جدا می شدند و این برای هر دو تلخ و دردناک. موقع خداحافظی ترزا به سایمون گفت: از این به بعد هر بار که دلم برایت تنگ شد به حلقه نگاه میکنم. سایمون با خوشحالی تایید کرد: پس هیچ وقت از خودت جدایش نکن تا زمانی که برای همیشه کنار هم بمانیم. و ترزا با او ودا گفت. سایمون تا لحظه آخر دور شدن دختر را که قلبش با رفتن او به درد آمد تماشا کرد و زیر لب زمزمه کرد: ای کاش همیشه کنارم بودی. با رفتن او سایمون غصه‌دار و دلتنگ به سوی خانه اش رفت. دوباره باد وزید و با وزشه آن بوی برگ‌های پاییزی و چمنی که هنوز تر بود به مشام سایمون رسید و مشامش را نوازش کرد. او هر بار که این بو را حس می‌کرد به یاد لحظه بودنش با ترزا می‌افتاد. بوی سبزه و چمن، بوی گل‌های رز و شبوهایی که باران خورده و مرطوب بودند. به زودی به خانه اش رسید. سعی کرد همه آنچه را که غصه‌دارش می کرد در خیابان سر و خلوت باقی بگذارد و فراموش کند. اما به زودی فهمید که دیگر نمی تواند تلخی ها را به آسانی قبل از یاد ببرد و دریافت که این نشانه عشق عمیق است که بدان گرفتار شده است. آن شب کریستوفر زودتر از همیشه از محل کارش بیرون زد. ترافیک سرک ها خیلی زیاد بود و او ترجیح داد تا از سرک های مجاور به نزد مادرش برود، در حالی که پشت فرمان هدیه با ارزش را
که به مناسبت تولد مادرش خریده بود در بکسش جاسازی میکرد. مدتها بود که فرصت مناسب برای دیدن مادرش پیدا نکرده بود و حالا در این شب خاطر انگیز لحظه ها غنیمتی بود تا او به دیدارش برود. به زودی کوچه های خلوت را پشت سر گذاشت و او پیچ در پیچ راه ها و چراغ های راهنمایی را بود میکرد. با این کار توانست 10 دقیقه زودتر به خانه مادرش برسد. او با تأمل کیفش را پرداشت، لبخند زد و از ماشینش پیاده شد. در بزرگ و فلزی خانه را به خیابان باز می شد و از بیرون چراغ اتاق که از میان درختان بلند حیات سوسو می زد قابل دیدن بود. آنجا سالهای سال محل زندگی او و مادرش بود. حتی در همان سالهایی که او مجبور بود برای گذراندن زندگی درس خواندن و کار کردن را هم زمان انجام می دهد. خانه ای که همیش حال و هوای کودکیش را برای او زنده می کند و سختی ها و غصه ها کنار مادر و فراموشی سپرده می شود. این هدیه کمترین چیزی بود که او می توانست به آن موجود دوست داشتنی تقدیم کند. استاد و زیر لب زمزمه کرد: خیلی وقت است که نیامدم به دیدنت. او در فلزی و سردی که از نمنم باران تر شده بود با آرامی باز کرد و داخل شد. درختان بلند صنوبر و کاج هنوز بعد از آن همه سال جلوه خاصی به آن حیات رویایی می بخشد. هنوز بیاد داشت که چگونه میان درختان پنهان می شد و با مادرش بازی می کرد و لحظه از این همه فراموشی و کوتاهی احساس ناراحتی کرد. او همان پسر تنهایی بود که در پناه مادر همه سختی ها را تحمل کرده و اکنون با آرزوهایش رسیده. این دور از انصاف بود که فراموشش کنند و روزها با دیدنش نرود. با این خیال تلخ با قدم های حریص و دلواپس به سمت خانه حرکت کرد. در حالی که هدیه را بیرون می آورد بکسش را روی شانه جا به جا کرد و به درب چوبی و کهنه خانه رسید. زنگ قدیمی را زد و صدای زنگ در آن خانه ساکت و خلوت پیچید. دستانش می لرزید. نمی توانست و نمی دانست که چرا مضطرب است و با کشیدن نفس عمیق کوشید تا این نگرانی را کاهش دهد. اشلی با شنیدن صدای زنگ، زنگی که مثل همیشه دوبار کوتاه و ملایم زده شد، دریافت که پسرش به دیدارش آمده است. پس از مدت طولانی و در شب سرد و فراموش شده او با اشتیاق در را گشود. کریستوفر به سرعت در آغوش گرفت و با خوشحالی گفت: دلم برایت تنگ شده بود. من هم همین طور عزیزم. گرفتاری و مشغله فکری نمی گذارد مرتب به دیدنت بیایم. می دانم عزیزم، بیا داخل.